خوش اومدید به قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. ستیق رو میشنمیم از عرفان فیت فرشید از کانال یوتیوب عرفان که لینکش رو دیسکریپشن قرار داده شده. میتونید از کانال یوتیوب عرفان یا هر پلتفرم دیگه ای از عرفان گوش کنید، به جز اون اینکه کانال یوتیوب دلول، کانال یوتیوب اسنر تو دیسکریپشن قرار داده شده. چک کنید اونجا رو اگر دوست داشتید، اونجا رو هم ساب کنید. اگر فورگنگ ها رو باچید توی کامنت بریم سراغ ترک ستیق فیت فرشید از عرفان. خب عرفان، بعد از ترک و ریلیز موفق قبلیش، یعنی ترک الان بشتون میگم، قدم بعدی رو برداشت فیچرینگ فرشیدی که من اسمشو فقط کنار عرفان دیدم و شنیدم، تا الان اسمشو جداگونه نشیدم. ستیق هم به معنای تیغه، ستیغه، آها ستیغه است، ستیغ به معنای نوک قله مثلا، اینجور چیزا تو ادبیات فارسی یادم بود. ستیغه شاید منظور ژیلت ستیغ، نمیدونم. پروڈکشن تیم دارا پایدار میکس، پرودوسر دارا پایدار میکسینگ، کال اوت روز. حاجی ریپورت کن کال اوت روزو، بس کن دیگه، بقیه هم پول در بیارن خوره. ادیتینگ کیا مظفری، سینماتوگرافی او سی ای دی اوکید مدیا، او سی ای اوکید نداریم، او سی ای دی مدیا هم چیزی، فوتوگرافی هم که ایتس موکا. برو بریم، امیدوارم بعد حرکت موفق موفق وجود بگم حرکت موفق. اگه جدید از دارا بده و هفتمی تگش میگم بدم برن همه رفیقا رو، ستیقه عطا بزنم همه بتیقا رو. آره همون منظورم ستیقه است. بذار من اینجا همه اول بگم که صبر نکنم، وقتی بیت اینقدر نوعه چرا استایل اینقدر هم قدیمه؟ بدم برن بیت ریچ خیلی فرق داره ساوندی که بیت ریچ میطلبه، یعنی دلیوری که بیت ریچ میطلبه با چیزی که ما از عرفان الان داریم میشنمیم و تقریبا 15 سال داریم میشنمیم. گوی میگم بدم برن همه رفیقا رو، ستیقه عطا بزنم همه بتیقا رو، خاموش کردم هیترام و روشن ته ستیقا رو، آره همه تو رو میگم یه پیام سپید بارو، دیدم جهنم و شب و کف شهر فرش تو رو میگم یه پیام سپید بارو، پیام سپید بارو ساتیبارو، آره همه تو رو میگم یه پیام سپیدوارو، دیدم جهنم و شب و کف شهر فرشته ها، ازش نوشتم و کف ایران پخش نوشته ها، قده یه اجده ها شده وده یه اجده ها، خوردم توفن کردم هستش اجده ها، قده یه اجده ها شده وده یه قده یه اجده ها شده وده یه اجده ها. به خدا که هیته پدرتونه بده وده یه اجده ها، تو ترکیب اجده ها میده نوشتم و کف ایران پخش نوشته ها، قده یه اجده ها شده وعده یه اجده ها، خوردم تو اصلا اجده ها مگه وعده داره؟ وعده یه اجده ها نداریم، من کردم هستش اون رو بله یه اشتباه، میگن تقصیر رفتار و اتیکت منه، با کلاس بازی سوت ستی که به تنش، دختر اوج آرزوش کنسرت و یه تیکت منه، اینا اوج کریرشون هم یه تیکه به منه، طوری سالم هم چون اصرار داره به که کسره گذاشتن کریر ستیوار تیکت منه، اینا اوج کریرشون هم یه تیکه به منه، طوری سالم عوض خط به خط حد طوری لیز بی ساله مارکت و گاییدم اینا هر پیشتوری هی لنده چنده فقط میرم جلو رنده طوری هی میرم 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 تو موز یه چند وقت بریده فلسولی چش به بعد باحال جون میرم تو موز یه چند وقت بریده منه بینم نمیشنوم یه همه چپم با ما بیدی چپم پشت فرمون بیدی لغت فقط پشت فرمون بیدی داری باید بری اول نمیبینم نمیشتم میگه همه چپم با ما بیدی چپم پشت فرمون بیدی لغت فقط یه رو داری باید بری اول میرید ویدیوش با همه بی ربطه من میره فیلم باله سرگرم کننده است این فیلمش. الان یه چی زدم همه چی باز رنگ گندی شو بگو نمیشتم چی میگه به بند پندی شو
یه چیز زدم همه چی باز رنگ کندی شد. زدم همه چی باز رنگ کندی. آره مثلا یه چیز زدم که فشارت افتاد، نیاز به قند داری. این شاید من زدم چی میگه به بند پندی شو که تو پادگان رب بدون رد مندی شو افان رو پابو قبل این که رب زد مندی شو سر حالم بگو این چرا بد حالش بگیره کارام هم قدم سایه تقویم من خیسته میچک مایه کشه میادم و تا ته ماهه ببین اگه یه حفظ بشه به حمایه پایدارا رو فف با بدم که خایه میکنه یا دم یا له پاره باشید به تا به که دنه میای قاره نمیبینم آخر ورس آخر جفت ورسش باحال شد نمیشنوم میگه همه چپم با ما بگی چپم پشت فرمون بگی بقا فقط یه رو داری باید بری بقا نمیبینم نمیشنوم میگه همه چپم با ما بگی چپم پشت فرمون بگی بقا فقط یه رو داری باید بری بقا بگو به امامه بره وقتی شاه اومد مثل تولد تهم ته سال اومد اینجا همه فقط حرف میزنن همه سال اومد خواهیه کردن رفتن خونه تا که لفظ کار اومدم بیرون رفره هولو و ناوا هست دام بولم خونه تا که لفظ کار اومدم بیرون رفره هولو و ناوا هست دام بولم تیمش رو کوله هم نمیرسه سرش تاشونم نه خودشون ادافاشون در حد ما بودن تا زیرو زد و بعدش پشت پرده زانو زد چه وحشی شده افان چه سبیت شده و چه اسفان هچه نقل پارو کرد نمیریزن چه که دستان بس که آلودن بینم شد هچه نقل پارو کرد نمیریزن چه که دستان بس که آلودن بینم شب و تنها تو تختش دستش داروگر گفتش یه بار اومد داروگر خیلی دفت نیست اصلا نگیدم داداش داروگر نداریم دیگه بزنیم داروگر هستن اون این از علائم خیلی وقت ایران نبودن عرفان ها اینکه داروگر رو یادش اومده که تو ایران هستن یادم از داروگر چی بود بینم شبا تنها تو تختش دستش داروگر گافش یه بار اومد خونم بلی هست بار اومد افارک با یه بار اومد خونم هست بار اومد هر سه بار اومدم البته افتخار نیستی که هر سه بار هر بارش چند بار اومده داروگر گافش یه بار اومد خونم بلی هست بار اومد افارک بار اومد اینا قطر بارونن همشونم بیا هنوز برجام صد کارونم پاره میشم مثل برجام خود نقض قانون بیا هنوز برجام همشونم بیان هنوز برجام یعنی من فکرم هم برجام میگه منظورش سر جامه برجایی که هستم صد کار چرا این کارو با کلمات میکنی افتاد تا داریم حال میکنیم یه یه چک میزنه تو گوشم که زیاد حال نکن حواسم به تست بس کن خب با حال داری پیش میدید یه خب برجام صد کارون هست یعنی بعد از کلمه برجام نه به اون معنی برجایم منظورشه فعل جمله قرار کار هم داشت مثلا باید بشه تا بخوره به این کلمه کارونم پاره میشم مثل برجام خود نقض این برجام اون برجام تو ها میان از این مغز مریض مغز وارونم نمیبینم نمیشنوم میگه همه چپم با ما بگی چپم پشت فرمون بگی بقا فقط یه رو داری باید بری رقا نمیبینم نمیشنوم میگه همه چپم با ما بگی چپم پشت فرمون باش بیشتر از فرشید دو تا چیز دیگه میشه به نظر باید بکنش اکار خاصی تو کورس نکن خاصی ساده باقی خب این بود یه چک نمیدونم بگم چک ریج یعنی که یه چک رو بیت ریج از عرفان ستیغه فید فرشید که میگم کورسی که از فرشید چنیدم چیز باحالی بود ولی اونجوری نبود که مثلا اجرای فرشید تو کورس جوری نبود که من پشمام بریزه که برم دنبال کارهای فرشید و گوشش کنم کورس باحالی بود من کار خاصی نکردم یه دلیوری بسیار مونوتون و ساده و یه فلوی باحالی که خیلی تفاوتی با فلوهای عرفان نداشت صرفا ترکیب کننده بود ولی باحال سه تا ورس داشتیم از عرفان ترک بلندی بود 4 دقیقه و 20 ثانیه که همین خودش جای سواله جای سوال
بیزار و ساده مثلا چک رنج برای من اینقدر انتخاب بیتمون جدیده. چرا مثلا ساختار بندی چک اون قدیمیه؟ چرا دلیوری های و فلو های عرفان اینقدر یه سری جا خیلی باحال میگم مثلا آخر ورس یک کدو به نظرم خیلی باحال شد، ولی اول ورس یک کدو اصلا باحال نبود. یه سری فلو های همیشگی کیس های همیشگی دلیوری همیشگی عرفان ما شنیدیم که میگم 20 سال داریم میشویم و هر چیزی باحال ترین چیز دنیا هم 20 سال تکرارش هست کار هست. مثلا بحث عرفان غیر عرفان نیست، هر کسی باشه هر کار 20 سال تکرار کنه 15 سال تکرار کنه تکراری میشه. گوش انسان تنوع میخواد. من این ترک از اونجی بیشتر دوست داشتم. من اگر بخوام گوش کنم این ترک رو بیشتر از اونجی گوش میکنم. خب منتها اوجی پروژه منسجم تری بود به نظر من. اینجا ما یه سری فلو داشتیم از هاردکور عرفان قدیمی داشتیم تا عرفان ملودی که مثلا کم بوده بود دیگه تریپلت مامبل بشه فقط اینو کم بوده بود بشن یا مثلا بیبی وایس از عرفان بشن. ولی میگم یه خورده انسجام نداشت، یه خورده یعنی از صفر تا صد چیزی که بلد بود و من احساس می‌کنم ریخته بود توی ترک و اگر چیزای جدید چیزای قدیمی‌تر سوا می‌کرد، چیزای جدیدتر رو دستچین می‌کرد می‌ذاش بمونه، چیزای قدیمی‌تر رو دور می‌ریخت جایگزین می‌کرد به چیزای جدیدتر، به نظرم خروجیمون بهتر تر می‌شد و میگم منسجم‌تر می‌شد. الان اینجوریه که میگم آخر ورس 2 مثلا باحال میشه ولی اول ورس 2 مثلا اصلا من نمیتونم گوش کنم. یه همچین حالتی داشته باشه. انتخاب بیت باحال بود، پروڈیوسر که داراکی بود. اینکه عرفان انتخاب کرد رو بیت ریج پرفورمر جالب بود و انصافا هم بد نشده بود. انتظار دارم هر کسی رو بیت ریج بخواد اجرا کنه دلیوریش رو هم متناسب با بیت ریج عوض کنه، صرفا بیتمون رو عوض نکنه. ولی از عرفان خیلی انتظاری ندارم، یعنی در همین حد که چون عرفان میگم ماشاءالله سلاوتش زیاده تو طول مسیر خیلی ازش تغییر نیفتسته، در همین حد که میگم یه سری فلوی جدیدتر ازش میشتیم برای من جالبه و دوست داشتم اون یکی جارو و جز اون چیز اذیت کننده که وجود داشت رو گفتم یه سری کلمه ها یهو عرفان میاد مثلا انگار اون یه دونه کلمه رو مثلا از حرفای سفیر و سفیر مثلا برداشت، یعنی مثلا دیکشنری باز کرد یه کلمه‌ای که کلا مال ادبیاتی که عرفان استفاده می‌کنه نیست. این سری کلمات که زیاد هم استفاده می‌شن به وفور توی شعرها توی لیریکس های عرفان من شنیدم به نظر من کارو خراب می‌کردن، جدای از اون عدم انسجامی که فلوها داشت این جور کلمه هم باعث عدم انسجام اثر خروجی میشه و نمیذاره تو اون حال و هوایی که ورس داره پیش میره بمونی، یهو حواست رو پرت. و چون از اون داروگرم خیلی جالبی بود دلم برای قدیما تنگ شد داروگر شدم. میگم داروگر چند سالی من از ایران نمیشنوم اسمش، نمیدونم چی شده چجوری منحل شده و فلان اینا، ولی کاملا دور بودن عرفان از فضای ایران رو نشون میده. جدا از اون یه سری بیت باحال هم من از عرفان شنیدم، میگم همون جاهایی که گفتم خوشم اومد اصلا بیتاش هم بیتای باحالتری بودن. اینکه مثلا زیدش یه بار میاد پیشم یعنی سه بارشو میاد بار باحالیه به نظر من و خوشحالم که دارم عرفان سب عرفانی رو داریم میبینیم تو اوجی و تو این چک عرفانی رو داریم میبینیم که انگار مثلا چک خورده عصبی شده. فیلم چیزا چجوریه؟ اون فیلم های قهرمانی ابر قهرمانی هستن که یه اتفاقی برای قهرمان داستان میفته به فاک میره مثلا یهو به خودش میاد و یه کارایی میکنه که تا قبل اون چکه انگار نمیتونست اون کارو بکنه، اینو بعد چکر میکنه. احساس میکنم عرفان اون چک فیلم بمونو خورده و این دوتا کاری که از عرفان شنیدم با تمام کارهایی که تو چند سال اخیر ازش شنیدم، البته به جز بازم میگم جنبه ورسش عرفان جنبه خیلی بود، ولی به جز اون آره میگم مثل که یکی از متفاوت‌ترین ورسا بهترین ورسا بود که از عرفان تو چند سال شنیدم و تبدیل تجربه اولی یکی دوشم بارد تبدیل تجربه اولی ما شنیدن چک کلن برای من 5.5 بود، ولی میگم 5.5 خوشحال کننده. شما نظرتون رو بدید زیرا جبه چک ریشن میدو بیدو رو دوست داشتید نداشتید فورگن یادتون نره تو کامنت ویدوهای کانال دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره زنگوله بغل سابسکرایب هم دوست داشتید بزنید یوتیوب از طرف نوتیف ویدوهای بعدی رو شما اطلاع میدید. داروگر استفاده نکنید بچه ها، بنسر مارک خوبیه ایرانی هر دونه رو که داشت تا ویدیو بعدی فور.